بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها امروز میخوایم در مورد یک دستور خیلی مهم با هم دیگه صحبت کنیم، دستور جوین و انواع مختلفش. خب طبق روال همیشگی میریم سراغ ابتدا پاورمون و مفاهیم توریش رو بررسی میکنیم و بعد با یک مثال توی SQL ازش ران میگیریم. خود جوین بچه ها به معنای پیوستن و اتصاله. ما زمانی از این دستور استفاده میکنیم که میخواییم مثلا یک سری فیلد ها از جدول X با یک سری فیلد ها از جدول Y در قالب یک جدول به ما نشون داده بشه. حالا خود این جوین سه دسته میشه. اینر جوین که میتونیم توی دستورات هم فقط جوین بنویسیمش، آدر جوین که خودش سه دسته میشه، لفت آدر جوین، رایت آدر جوین و فول آدر جوین، و دسته سوم سلف جوین. خب ببینید بچه ها، جوین خودش مثل ضرب دکارتی عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه جدول داشته باشم در رکوردی، یه ضرب بشه در یک جدول سه رکوردی و من چی میده؟ یه جدول شیش رکوردی میده. خب منتها من یک سری فقط رکوردهای خاص رو میخوام از این جدول شیش رکوردی استخراج بکنم. خب به فرض این رکورد و این رکورد، که این دوتا چی هن؟ این دوتا از یکیش از جدول اول من اومده و یکیش از جدول دوم من اومده. خب حالا بریم سراغ اینر جوین هامون. ببینید فرمت کلیش به این صورته، ولی این فرمت مال زمانی هستش که ما دو تا جدول رو میخواییم با هم دیگه جوین بکنیم. ابتدا سلکت میکنیم و بعد نام اون فیلد هایی رو مینویسیم که از جدول یک و دو میخواییم به ما نشون داده بشه. بعد from اسم تیبل یک، inner join یا خود join رو فقط میتونیم بنویسیم، نام تیبل دو، و on که همون حکم where داره، شرطمونو داره، میتونیم از where هم استفاده کنیم ولی بهتره که از on استفاده بکنیم تو این دستورات. و بعد شرطمون چی مینویسیم؟ اون نام فیلدی که در تیبل یک هستش و در تیبل دو هم به عنوان کلید خارجی هستش. پس زمانی ما میتونیم دو جدول رو با هم دیگه جوین کنیم بچه ها که این دو جدوله به هم دیگه ارتباطی داشته باشن، یه ریلیشنی داشته باشن. ریلیشن ها به صورت چی بودن؟ به صورت کلید های خارجی، یعنی کلید اصلی تیبل یک در تیبل دو به عنوان کلید خارجی فرانکی وجود داشته باشه. خب حالا بریم با هم دیگه یه مثال حل بکنیم از اینر جوین با دوتا جدول. خب ببینید اولا بهتون نشون بدم که من یه دیتابیس ایجاد کردم، از یه دیتابیس خیلی ساده از دانشگاه که سه تا جدول داره، سه تا جدول اصلی student info, teacher info و course info، و یه جدول هم داره که این جدول کارنامه سرتیفیکیتمون هستش و در واقع قلب پایگاه دادمون این جدوله. چرا؟ به خاطر اینکه آیدی های این جداول به عنوان فارینکی در این جدول هستن و تمامی جداول باهاش چی هستن؟ ریلیشن دارن. خب پس ما میتونیم این جدول کارنامه رو به همه این جداول چیکار بکنیم؟ پیوند بزنیم. و وقتی هم میخوایم یه سری داده، یه سری فیلد خب از این جدول استودنت استخراج کنیم، یه سری فیلد از جدول کورس استخراج بکنیم، از طریق این جدول کارناممون، جدول سرتیفیکیتمون که قلبمون هست، میتونیم این ارتباط رو چیکار بکنیم؟ برقرار بکنیم. خب همین کار میخوایم انجام بدیم. ابتدا میریم سراغ یه مثال ساده. مثال سادمون این هستش که ما میخوایم نام خانوادگی و شهر دانشجو رو همراه با نمرش تا
طول قالب یک جدول ببینیم. پس در واقع ما میخوایم جدول استودنت رو با جدول سرتیفیکیت کارنامه چیکار بکنیم؟ جوین بدیم. خب بریم ببینیم به چه صورت با عمل بکنیم. اول میزنیم سلکت. خب بچه ها ببینید اینجا ما این نام فیلدامونو بنویسیم از جدول استودنت و سرتیفیکیتمون. خب برای این کار مثلا ما بنویسیم TBL student dot اول SIDشو میزنیم که باشه. ببینید خیلی طول میکشه که من بخوام اسم جدول رو به این درازی بنویسم بعد اون فیلد مورد نظرم رو سلکت بکنم. برای این کار که ساده باشه میام یه الیاس برای اون جدول تعریف میکنیم. خب پس ابتدا برای راحتی کارمون اسم جدولامونو می نویسیم، میگیم که from از جدول TBL student که الیاسشو می زنیم s و خب گفتیم می خواهیم join بکنیم، می تونیم inner join بزنیم یا خود join join بکنیم با جدول چی؟ certificateمون و الیاس این هم می زنیم c. خب حالا دیگه خیلی راحت اینجا چیکار می کنیم؟ به جای TBL student info میزنیم S. خب حالا بعدش میخوایم S name داشته باشیم و بعدش میخوایم last nameش رو داشته باشیم و همچنین cityش. خب این من جدول student. برای جدول سرتیفیکیت هم میخوایم فقط چیکار بکنیم؟ مارکشو داشته باشیم. ولی خب من برای اینکه به شما نشون بدم که آیدی جدول استیودنت با آیدی جدول سرتیفیکیتمون یکی هست، دانش شماره دانشجویی ها، یا آیدی ها رو مینویسم. خب مینویسم اول سی داد کای آیدی که آیدی خود جدول سرتیفیکیتمون تعریفش کردم و سی داد اس آیدیمون و بعدش هم مارکمون. خب پس توی سلکت اومدیم نام فیلد هایی که میخواستیم رو نوشتیم. اینجا هم که توی فرام تیبل هامون رو نوشتیم که گفتیم میخواد با جدول سرتیفیکیت جدول استودنت جوین بشه. حالا فقط مونده چی؟ شرطمون. شرطمون اینه که S داد بچه ها الان چیز مشترکی، فیلدی مشترکی که توی دوتاشون هست چیه؟ SID. پس S داد SID نهی که برابر باشن با C داد SID. خب بریم یه اجرا بگیریم. ببینید الان از اینجا تا اینجا جدول استیودنت من هست. یه استیودنت داشتم با آیدی 1000 که نامش سارا، فامیلیش مرادی و شهرش شیراز بوده. از اینجا کای آیدی اس آیدی مارک میشه مال جدول چی؟ سرتیفیکیتمون. که ببینید بچه ها اینا الان اس آیدی اینجا 1000، اس آیدی اینجا هم 1000 هستش. یعنی در واقع این دانشجو که کدش 1000 بوده مارکش چی شده؟ 19 شده. خب بچه ها در واقع این جوینه داره چی کار میکنه؟ داره اشتراک گذاری انجام میده. یعنی داره میگه که اون رکورد هایی رو نشون بده که هم تو تیبل یک هست هم تو تیبل دو. بسیار خوب، این جا اینو روی دو تا جدول یاد گرفتیم. حالا یه سه تا جدول دقیقا فرمت همینه، ولی ابتدا میایم جدول اول رو با جدول دوم جوین میکنیم و بعد میایم جدول سوم رو با جدول اول جوین میکنیم. بچه این جدول اول همون جدولی چی هستش؟ جدول واسطمون، جدول فانک جانچک تیبلمون هست. خب که قلب اون پایگاه دادمون میشه.
خب در واقع بچه ها این اینر جوینه که پاس جدوله به این صورت هستش، در واقع اشتراک هر سه تا جدول رو میخواییم بگیریم و نشون بدیم. خب حالا ببینید بچه ها دوباره ما باید چیکار کنیم؟ این جدول کورسمون رو با جدول سرتیفیکیتمون که قلب دیتابیسمون هست جوینش کنیم. خب حالا دوباره بعد از این می‌نویسیم که جوین TBL چی رو میخوام؟ TBL کورس رو میخوام. یه الیاس براش تعریف میکنیم، میذاریم CO که با سرتیفیکیت قاطیش نکنیم. حالا شرطمون هم هست CO.CIDش برابر باشه با C.CID. خب حالا اینجا هم میایم چیکار میکنیم؟ اون فیلدهایی که از جدول کورس میخواییم رو استخراج میکنیم. CO.CNameش نام درس و همچنین واحد درس. خب بریم برای اجرا. ببینید اینجا دیگه چیکار کرد؟ الان CName و یونیتش واحدش اومد به این جدول قبلیه چیکار کرد؟ جوین کرد. پس اینم شد چی؟ جوین کردن سه تا جدول که به این صورت انجام میشه. خب بریم سراغ جوین بعدیمون که زیر دسته های آدر جوین هستن. ابتدا میریم سراغ لفت آدر جوین. فرمت کلیش بچه ها به همین صورت جوین هستش، فقط اون تا اینجا چی مینویسیم؟ مینویسیم لفت جوین. اگه بخوایم روی شکلم بهتون نشون بدم، در واقع این نود جوین این کار انجام میده، میگه که تمام رکورد های جدول سمت چپ که الان چی بیل یک من چی میشه؟ جدول سمت چپ من میشه و اشتراک هایی که با جدول سمت راست داره یا همون تیبل دومون داره چیکار بکن؟ استخراج بکن. خب بریم یه مثال بزنیم. مثالی که میخوایم انجام بدیم برای این، مثلا میخوایم بگیم که تمام دانش آموزایی رو به من نشون بده یا دانشجوهایی رو به من نشون بده که تو جدول کارنامه براشون نمره ای نیست یا معدلی نیست، خب کارنامه ای نگرفتن. خب به چه صورت اینو مینویسیمش؟ به این صورت. خب دقیقا همینه، اینو من برمیدارم میذارم اینجا. تغییراتی که داره فقط اینا رو بردارم، این سیتی هم از این وسط پاک میکنیم. خب اینجا هم مینویسیم چی؟ لفت. بریم اجرا. خب ببینید الان بچه ها تمام مواردی که توی جدول استودنت هست رو اومد نشون داد و به علاوه اشتراکایی که با جدول کارنامه داشت. برای اثبات کردن حرفم هم ببینید ما اینجا یه رکورد داریم، رکورد 1001. خب اسمش هم علی حسنیه. ببینید الان نه آیدی داره تو جدول کارنامه، نه نمره ای داره. خب و یعنی چی؟ یعنی این رکورد، این دانشجو توی فقط جدول استودنت بوده و تو جدول کارنامه‌مون سرتیفیکیتمون نبوده. بریم با هم دیگه جدول دانش آموزمون رو ببینیم. ببینید من اینجا یه رکورد دارم، یه دانش آموز دارم، 1001 علی حسنی. حالا توی تیبل کارنامه هم ببینید اینجا هیچ دانش آموزی نیست که 1001 باشه. متوجه شدی؟ پس دقیقا چی کار کرد؟ تمام رکورد های جدول استودنت رو آورد نمایش داد به علاوه اشتراک هایی که داشته با جدول کارنامه. بسیار خوب. بریم سراغ جوین بعدیمون که رایت آدر جوین هستش. دقیقا اینجا فقط رایت نوشته میشه و برعکس لفت جوین هستش.
یعنی جدول سمت راستی همه رکورداشو میاد نشون میده. خب بریم مثالش حل کنیم. دقیقا همین کارو انجام میدیم، همین فرمت باشه، اینو فقط می نویسیم. رایت. خب دیگه اینو الان نباید به من نشون بده این رکورد رو با این دستوری که می نویسم. ببینید دیگه این رکورد رو به من نشون نداد. این دفعه من تمام رکورد هایی که توی جدول کارنامه بود به علاوه اشتراک هایی که با جدول اسیودن داشت و نمایش داد. بسیار عالی. خب بریم ادامه کارمون که میشه فول آدر جون. دقیقا فرمت همون هستش، فقط اینجا کلمه کلیدی فول میخوره. و بچه ها دیگه این تمام رکورد هایی که تو تیبل یک و تیبل دو هست و چی کار میکنه؟ نمایش میده به صورت کلی. ببینیم اجراشو به چه صورته. اینجا فول میزنیم، میریم اجرا. ببینیم تمام دیگه رکورد ها رو نشون داد و دقیقا جوابش هم مثل جواب چی شد؟ لف آدر جون شد. خب حالا بریم سراغ سلف جوین. ببینید بچه ها سلف جوین در واقع یه نوع جوینی هستش که خود جدول با خودش جوین میشه به صورت ریگولار. خب فرماتش هم به این صورته که سلکت نام فیلد هایی که حالا میخوایم از این جدول، و دقت بکنید جدولمون به چه صورت. جلوی فرام تیبل یک یه الیاس بهش دادیم تی یک، و تیبل یک دوباره یه الیاس بهش دادیم تی دو، و بعد کاندیشن. خب اینو من با یه مثال براتون توضیح میدم که میتونیم ازش چجوری استفاده کنیم. من قبلا کدشو نوشتم، بذارید بهتون نشون بدم. اینجاست. خب ببینید من میخوام ابتدا اومدم چیکار کردم؟ این تیبل استودنت هم یه الیاس بهش تعریف کردم آ، دوباره تیبل استودنت هم یه الیاس بی بهش دادم. بعد اومدم گفتم که از جدول A اس نیم میخوام و الیاسشو بذار نیم یک، و از جدول B اس نیم میخوام دوباره و الیاسشو بذار چی؟ نیم دو، و شهر میخوام که حالا دیگه اینجا آبیش فرقی نداره چون داریم از جدول سودن استفاده میکنیم. حالا شرط رو چی گذاشتم؟ گفتم که اون SID های A و B مخالف هم باشن ولی شهرشون یکی باشه، و بعدم بیا برای من مرتب کن بر اساس شهر. خب در واقع من میخوام چی کار بکنم؟ در واقع میخوام دو تا ستون داشته باشم که ستون اسم باشه و اسما هم تو یک رکورد تو یک ردیف تکراری نباشه ولی شهرشون یکی باشه. مثلا چی؟ مثلا بیا بگو که علی و بهناز مال مشهد هستن. یعنی همچین چیزی با این دستور من میخوام بکشم بیرون اجرا بگیرم. بریم اجرا رو ببینیم. ببینید الان نیم یک شده مریم، نیم دو ابراهیم. ببینید آیدیا دیگه اینجا به خاطر این که اینجا نوشتیم که آیدیا مساوی نباشن همین اتفاق افتاد. ولی شهر چیه؟ اینجا گفتیم شهرشون یکی باشه، شهرشون هم یکی بوده. بریم تو جدول استودنت ببینیم. ببینید مریم که این رکورده شهرش اهوازه، ابراهیم هم که این رکورد هست شهرش اهوازه. پس به این صورت اومده نشون داده. حالا یک بارم چیکار کرده؟ اومده نوشته ابراهیم مریم اهواز. درست شد؟ پس من از طریق این دستور تونستم یه همچین کاری همچین اجرایی رو بگیرم توسط سلف جوین. بسیار خوب، این هم درس امروزمون که در مورد جوین ها بود و درس خیلی مهمی هم هست. امیدوارم که تمرین کنید و یادش بگیرید.